سرخط خبرها. گزارش ایران از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین. صدای مکالمات کابین خلبان 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول قطع شد. خروج ائتلاف به رهبری آمریکا از پایگاه نظامی تاجی در نزدیکی بغداد. کنترل پادگان به ارتش عراق واگذار شد. عمل کردن پاکستان به تعهدش در FATF برای مقابله با تامین مالی تروریسم. شماری از رهبران طالبان تحریم شدند. و جشن و پایکوبی خیابانی ویژه در دوران کرونا. سلام عصر یک شنبه‌تون بخیر. خوش آمدیم به این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی BBC با من پریزاد نوبخت. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران نتیجه بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را که با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد اعلام کرده. به گفته او تا 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول خلبان‌ها در تلاش برای کنترل وضعیت بودند، اما بعد از آن صدا قطع شد. این هواپیمای مسافربری اوایل زمستان پارسال سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. سپاه گفته که علت این حادثه خطای یک افسر مسئول سیستم پدافندیش بوده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 7 ماه و نیم از این روز گذشته. روز پرواز 752 که قرار بود از تهران به کیف پایتخت اوکراین برسد، اما هرگز نرسید و همه کسانی را که انتظار مسافرانشان را می‌کشیدند برای همیشه منتظر گذاشت. تا امروز یکی از مهمترین بخش‌های این اتفاق روشن شده و بازماندگان می‌دانند که هواپیما با شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران ساقط شده. موشک‌هایی که از خودروهای شبیه به این به سوی هواپیما شلیک شدند. پدافند هوایی تور M1 که سپاه از روسیه خریده بود. حالا حدود 230 روز بعد از آن اتفاق، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در برابر خبرنگاران قرار گرفته تا از نتایج بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر بدهد. به گفته تورج دهقانی زنگنه، جعبه سیاه از 27 تیر تا 3 مرداد بررسی شده. این کار تحت نظر ایران در آزمایشگاه دفتر تحقیقات و ایمنی هواپیمایی کشور فرانسه و با کمک فنی آمریکا به عنوان کشور سازنده صورت گرفته و نمایندگان کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و سازمان بین‌المللی هوانوردی یا ایکائو حضور داشتند. بر اساس گفته‌های آقای دهقانی زنگنه، بررسی جعبه سیاه نشان می‌دهد هواپیما در شرایط پرواز عادی قرار داشته. بعد از انفجار موشک اول به مدت 19 ثانیه مکالمات کابین خلبان ضبط شده. در این مدت دو خلبان به همراه معلم پرواز مشغول کنترل وضعیت بودند. در همین مدت معلم پرواز از مشکل الکترونیکی خبر داده. برق کمکی هواپیما فعال شده و هر دو موتور روشن بودند. از اینجا ضبط مکالمات در جعبه سیاه متوقف شده و 6 ثانیه بعدتر از این هواپیما هدف دومین موشک سپاه قرار گرفته. جعبه سیاه این پرواز از همان نخستین روزهای ساقط شدن هواپیما کشف شد، اما ایران برای ماه‌ها حاضر نبود که این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان مستقل قرار دهد. سرانجام فشار گسترده‌ای که بخشی از آن از سوی خانواده‌های قربانیان تحریزی و اجرا شد موجب شد تا حکومت ایران کوتاه بیاید. در واقع در این مدت که از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری گذشته، بازماندگان این اتفاق با کارزاری دنباله‌دار در تلاشند تا پاسخ ابهامات بیشمار این حادثه را بیابند. تلاشی که این روزها به فعالیتی برای آزادی معترضان به شلیک هواپیما نیز گره خورده، چرا که عده‌ای از فعالان مدنی به دلیل برپایی تجمعی بعد از شلیک به هواپیما با احکام زندان روبرو شدند. و این مرد، حامد اسماعیلیون، که بر اثر شلیک موشک‌های سپاه همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا اسماعیلیون را از دست داده، سخنگوی خانواده‌های قربانیان است. آقای اسماعیلیون در آخرین ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از مأمور یا در واقع اپراتور سیستم موشکی که دکمه شلیک را فشار داده، خواست تا هویت خود را فاش کند.
اپراتور انسان باش و اپراتور باقی نمان. جان دو ماندن سزاوار انسانی نیست که حتی در ظاهر ابراز پشیمانی می کند. نامت را به ما بگو، نامت را به بیرون بازگو کن اگر می خواهی زنده بمانی. گیرم در بند، گیرم زندانی، اما زنده. اپراتور نامت را بگو و نگذار آسان کشته شوی، نگذار بی نام و بد نام از دنیا بروی، دست کم به خاطر فرزندت. علاوه بر نام این مأمور، پرواز 752 هنوز پرسش‌های بی‌جواب بیشتری هم دارد که تا اینجا گزارش‌های اولیه از نتایج بررسی جعبه سیاه به آنها پاسخ نداده است. پرسش‌هایی که کماکان روشن نیست راهی برای یافتن پاسخ آنها وجود داشته باشد. کیوان حسینی، BBC. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای کسروی، با توجه به قوانین بین‌المللی، قوانین ایکاو، سازمان بین‌المللی هوانوردی، آیا ایران، سازمان هوانوردی ایران میتونسته این گزارش رو منتشر بکنه؟ بله، این گزارش طبق به اصطلاح انکس 13 که این کمیسیون بررسی به عهده ایران گذاشته شده، اینها میتونستن این رو منتشر بکنن. و صلاحیتش رو داشتن. یکی از مسائلی که مطرحه الان اینه که صدای کابین خلبان تا ثانیه 19 بعد از برخورد موشک اول شنیده شده و موشک دوم ثانیه 25 برخورد کرده با این هواپیما. چرا صدای خلبان از ثانیه 19 تا 25 قطع شده و ضبط نشده؟ این گزارش، عرض کنم که اینجور که گزارش به اصطلاح خود سازمان هواپیمایی کشوری صادر کرده، نشون میده که ساعت 2:44:59 به وقت گرینویچ این موشک اول به این هواپیما خورده. موشک دوم 12 ثانیه بعد به این هواپیما به اصطلاح شلیک شده و تو اون گزارش گفتن که این احتمالاً ما دلیلی نداریم که تصور بکنیم که موشک دوم به این هواپیما خورده، ولی اونچه مسلمه اینه که هواپیما بعد از 19 ثانیه یک گردش به راست کرده به سمت فرودگاه، یعنی فرامین هواپیما در کنترل خلبان‌ها بوده و اینها در صدد نجات جان مسافرین خودشون بودند. تلاششون رو کردن وقتی که هواپیما فرامینش موتوراش کار میکرده و در اختیار اینا بوده. سوال برانگیزه که این مسائلی که الان اینا عنوان میکنن چه ضابطه‌ای داره و بر اساس کدوم اطلاعات منتشر شده. یعنی محتمل هست که در جعبه سیاه در اون 6 ثانیه هیچ چیزی ضبط نشه بدون اینکه اختلالی ایجاد شده باشه در اون جعبه. بله، ببینید، جعبه، دو جعبه مجزا از هم هستن. یکی مربوط به مسائل پروازیه که بهش میگن FDR Flight Data Recorder و یکی Cockpit Voice Recordere که این مال صدای ضبط داخلی. این دوتا با همدیگه مجزا هستن طبق قانون، در دو جای مختلف هواپیما قرار میگیرن، دارای دو به اصطلاح سورس الکتریکی مجزا هستن، یکیش از جنراتور موتور یک میاد، یکی از موتور دو میاد. و اینی که این دوتا هر دو با هم از کار افتاده باشن و با هم از کار افتاده باشن سوال برانگیزه و باید این رو سازمان هواپیمایی کشوری ثابت بکنه که یه همچین مسئله ای داره. برای ثابت کردن این، تنها راهش اینه که اطلاعات جعبه سیاه در اختیار کشورهایی که به اصطلاح طبق قانون انکس 13 باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشن، یعنی NTSB آمریکا به خاطر اینکه سازنده هواپیماست، فرانسه به خاطر اینکه مانیفکتورر موتورها هستش، اوکراین به خاطر اینکه به اصطلاح هواپیما در اونجا رجیستر شده و جزء کسانی که هواپیما در هر حال مالکشه، به اضافه کانادا. اینها ظاهرا حضور داشتن در بازخوانی این جعبه سیاه، حضور داشتن و طبق قانون اینها میتونن تقاضا بکنن که تمام این محتویات در اختیار اینا قرار بگیره. مشکرم از توضیحاتتون، امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز و خلبان.
و حالا چند خبر کوتاه. یک عضو شورای شهر تهران گفته 10200 نفر ظرف 6 ماه گذشته فقط در تهران به علت ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. به گزارش ایسنا، ناهید خداکرمی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری گسترده مراسم عزاداری نسبت به موج سوم کرونا هشدار داده. از سوی دیگر بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در هفته منتهی به 31 مرداد موارد ابتلا و مرگ همچنان بالا بوده. گفته شده که روند سعودی در 7 استان اصفهان، آذربایجان شرقی، سمنان، البرز، قزوین، تهران و کوهکیلویه و بویراحمد دیده می شود. یک نماینده مجلس ایران گفته که به دنبال سقوط شدید بازار بورس در روزهای اخیر حدود 1.5 میلیارد تومان از ارزش سهام از بین رفته. ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس گفته که وعده ها و اقدامات دولت بی ثمر بوده. اقتصاد تحریم شده ایران چند هفته پیش شاهد رشد 400% شاخص بورس بود، ولی مدتی بعد سقوط ارزش سهام آغاز شد. جزئیات تازه از چگونگی اعزام الکسی ناوالنی، چهره سرشناس مخالف دولت روسیه، به آلمان منتشر شده. آقای ناوالنی دو روز است که تحت معالجه پزشکان آلمانی قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، رئیس جمهوری فنلاند بین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میانجیگری کرده تا آقای پوتین اجازه دهد که الکسی ناوالنی از بیمارستانی در سیبری برای معالجه به آلمان اعزام شود. او چند روز پیش به شدت بیمار شد و بعضی گفتند که احتمالاً مسموم شده. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق پادگان تاجی را تخلیه کردند و کنترل آن را به نیروهای عراقی سپردند. بیشتر این پایگاه در شمال بغداد چند بار هدف گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران قرار گرفته بود که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستند. همزمان در جنوب عراق به دنبال قتل چند فعال سیاسی نارامی‌ها ادامه دارد. معترضان چند پایگاه نیروهای نزدیک به ایران را که میگویند مسئول این قتل‌ها هستند به آتش کشیدند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تظاهرکنندگان در ناصریه، حمله به دفاتر احزاب طرفدار ایران، دفاتر حزب دعوه و سازمان بدر با بولدوزر. تظاهرکنندگان گروه‌های تحت حمایت ایران را مسئول چند قتل سیاسی می‌دانند. اینجا و در بصره در روزهای اخیر. تازه ترین این قتل‌ها، قتل این زن، ریحام یعقوب، فعال سیاسی که سازمانده چند تظاهرات زنان بود. او چهارشنبه در این اتومبیل با رگبار گلوله چند مرد مهاجم که سوار بر موتورسیکلت بودند کشته شد. سه نفر دیگر هم که در اتومبیل بودند به شدت مجروح شدند. سایت خبرگزاری مهر در ایران قبلا ریحام یعقوب را متهم به طرفداری از آمریکا کرده بود و بدنام کردن ایران. اتهامی که این خبرگزاری چند روز قبل از قتل ریحام آن را تکرار کرد. بصره و ناصریه هر دو صحنه تظاهرات گسترده بودند. اینجا حمله به دفتر محلی پارلمان عراق. تظاهرکنندگان میگویند مقام‌های کشور صدای آنها را نمی‌شنوند و نیروهای امنیتی هم تحت نفوذ ایران هستند. نخست وزیر عراق دیشب کمی بعد از برگشتن از سفر به آمریکا به بصره آمد برای دلجویی از مردم. او گفت پیامش به جانیان قاتلان این است که امنیت را برمیگردانیم و از جنایت‌ها جلوگیری می‌کنیم و مسببان این قتل‌ها را به دست عدالت می‌دهیم. نخست وزیر عراق حالا رئیس پلیس و چند نفر از مقام‌های بصره را برکنار کرده است. چند ماه پیش هم در بصره افراد گروهی به اسم سار الله به دستور او دستگیر شدند و دفاتر گروه کتائب حزب الله مورد بازرسی و جستجو قرار گرفت. ریحام یعقوب دکتر طب بود و از مدافعان حقوق زنان. قتل او و فعالان اجتماعی دیگر در هفته‌های اخیر نگرانی‌های زیادی در عراق ایجاد کرده است در مورد بالا گرفتن خشونت در کشور. کسرانجی بی بی سی. حسن آشور کارشناس مسائل سیاسی عراق از بوستون با ماست. آقای آشور، آمریکا در 8 ماه گذشته 8 از پایگاه‌های نظامیش رو در عراق بسته و حالا هم نوبت پایگاه تاجی رسیده که یک پایگاه بزرگ آمریکایی هست در عراق. آیا این مسئله موجب اقتدار دولت فعلی عراق میشه؟ بلتب نه، در واقع دولت فعلی عراق حداقل بعضی از اینها خواستار حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند، نه به خاطر فقط اینکه
توازنی با ایران ایجاد بکنن، بلکه به خاطر اینکه احتمال داره اینها رو در آینده نیاز داشته باشن، خاصتا روابط با آمریکا برای در واقع جایگاه بین‌المللی عراق چه در منطقه و چه در دنیا بسیار مهم هستش. با اینکه نیمی از این در واقع سیاستمداران عراق که در دولت حضور دارن، احزابی که در دولت حضور دارن، اینها خواستار خروج آمریکایی‌ها هستند، در خاطر نزدیکیشون به ایران خواستار این خروج هستند، در این حال نیمی از اونها از جمله کردها، بسیاری از سنی‌ها و حتی بعضی از شیعیان سکولار هم خواستار این هستند که نیروهای آمریکایی حداقل به نوعی در عراق باقی بمونند. اشاره کردیم به اینکه به خاطر ایران میخوان نیروهای آمریکایی خارج بشن بعضی از سیاستمداران عراق. آیا این موضوع باعث میشه که ایران موقعیتش در عراق تقویت بشه؟ بالطبع حداقل بر روی کاغذ از نظر تئوری این باعث تقویت ایران خواهد شد. در عمل اینکه چه اتفاقی در روی زمین خواهد افتاد رو پیش بینیش بسیار سخت هستش. یعنی اینکه خروج نیروهای آمریکایی اگر هم کامل بشه، که فعلا اینها قصد کامل کردن این رو حداقل برای 3 سال آینده ندارن، ولی اگر هم اینها خارج بشن 3 سال دیگه از عراق، در عمل ما نمیتونیم مطمئن باشیم که این به نفع ایران خواهد بود. چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از خروج آمریکایی ها؟ آیا اینها بهانه‌ای خواهند داشت که میلیشیا رو ادامه بدن، تقویتشون بکنن، حضورشون رو در خیابان ها و در مناطق مختلف؟ بنابراین اینکه بر روی از نظر تئوری این به نفع ایران هستش، در عمل باید صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. و آقای آشور که میشه خیلی کوتاه، پایگاه تاجی یکی از مراکز اصلی جنگ علیه داعش بوده، وضعیت گروه های پیکارجو مثل داعش در عراق چه تغییری میکنه؟ به طبع این پایگاه در منطقه ای هست که داعش مدت هاست فعالیت در اونجا نداره، در واقع اطراف بغداد بسیار امن هستش، برای این خروج اینها از این منطقه بالطبع تأثیری بر روی فعالیت های داعش نداره. تأثیر اون برای آموزش عراقی ها هستش که در واقع برای جنگ با داعش در اونجا آموزش میدیدن، اما از همین پایگاه آمریکایی ها به طور مهم با داعش در حال جنگ نبودن و از اینجا اونها رو بمباران نمی کردن. متشکرم از توضیحاتتون. غسان آشور، کارشناس مسائل عراق با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید نتیجه بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین نشان میداد که صدای مکالمات کابین خلبان 19 ثانیه بعد از انفجار اولین موشک قطع شده. نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با تخلیه پایگاه نظامی تاجی در نزدیکی بغداد آن را به ارتش عراق واگذار کردند. در ادامه برنامه. و جشن و پایکوبی خیابانی ویژه دوران کرونا. دولت پاکستان برای اولین بار شماری از رهبران طالبان را تحریم کرد. در گزارش وزارت خارجه پاکستان، ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر این گروه در دوحه قطر، و سراج الدین حقانی، رهبر فعلی شبکه حقانی، همراه با شماری از اعضای این گروه در فهرست محدودیت‌های مالی قرار گرفتند. این اقدام پاکستان برای عملی کردن تعهداتش طبق معیارهای کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، موسوم به FATF. گروه طالبان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. ملا برادر، دومین مقام بلندپایه طالبان، در آغوش شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان چند ماه پیش. حالا این طرف آن طرف را از آغوش خود رانده و تحریم کرده. در گزارش وزارت خارجه پاکستان آمده، به منظور اجرای کامل قطعنامه 2255 سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های را علیه گروه‌ها و افراد متعددی اجرا می‌کند. در فهرست طولانی تحریم‌های پاکستان، نام چند مقام بلندپایه طالبان دیده می‌شود. از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون این گروه، شیر محمد عباس استانگزی، مشهورترین چهره مذاکره کننده گروه طالبان، و انس حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی متحد طالبان. از دید بسیاری، پاکستان پناهگاه امن طالبان است، تا جایی که برخی زخمی های طالبان در میدان جنگ افغانستان به شفاخانه های پاکستان منتقل می شوند.
طالبان این موضوع را رد کردند، مثل پاکستان. اولین بار است که پاکستان حاضر شده تحریم‌هایی را علیه طالبان روی دست بگیرد، در حالی که قرار است طالبان وارد روند گفتگوهای بین الافغانی صلح شوند. بنا به این تحریم‌ها، دارایی‌های افراد تحریم شده ضبط می‌شود و حق سفر و حمل اسلحه را نخواهند داشت. طالبان تا کنون واکنشی به این اقدام پاکستان نشان ندادند. برخی این خبر را به نوعی تحت فشار قرار دادن طالبان برای پیشرفت روند گفتگوهای صلح در افغانستان ارزیابی کردند. برای دولت افغانستان هم مهم تحقق این تحریم هاست. بسیاری اما میگویند اسلام آباد آنچرا که اعلام میکند اعمال خواهد کرد یا خیر. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نزدیک به 18 ماه از حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند میگذریم. همسر یکی از 50 قربانی این حمله به بی بی سی گفته که این حادثه چطور زندگیش را به هم ریخت. تا چند روز دیگر دادگاه حکم فرد مهاجم را صادر می کند. شایما خلیل گزارش می دهد. این حمله ای بود که نیوزیلند را تکان داد و دنیا را شوکه کرد. شهر کرایستچرچ به صحنه بدترین تیراندازی در تاریخ نیوزیلند بدل شد. 15 مارس 2019 یک مرد تیرانداز به داخل مسجد شلیک کرد. 51 نفر را کشت و 10 نفر را که آماده نماز جمعه می شدند زخمی کرد. تاج کامران 3 بار در مسجد نور از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت. دوست صمیمیش در کنار او جان داد. او امروز به سختی راه می رود و هنوز کابوس آن روز را می بیند. حالا نگران مواجه شدن با فرد قاتل در دادگاه هنگام صدور رأی است. دیدنش خیلی سخته. اون هم به خودم تیر زد، هم به دوستم. خیلی سخته که باش مواجه شم. اوایل امسال بنتون تارانت به 51 فقره قتل عمد و 41 فقره قتل غیر عمد اعتراف کرد. ده ها نفر از بستگان قربانیان در پیشگاه دادگاه و در حضور قاتل صحبت خواهند کرد. اما به خاطر محدودیت‌های ناشی از کرونا، این بستگان قربانیان و خبرنگاران خارجی باید دورا دور دادگاه را دنبال کنند. رغم این محدودیت‌ها، به بعضی از بستگان قربانیان برای حضور در دادگاه ویزا داده شد. همسر حمیمه تیان 2 ماه بعد از آن که تیر خورد در بیمارستان جان باخت. او از سنگاپور به نیوزیلند سفر کرد و 2 هفته در قرنطینه بود. همسرم بین ما نیست، برای همین من صدای او خواهم بود. بچه هاش خیلی دوستش دارن. وقتی بزرگ شدن خواهند فهمید که مادرشون 8000 کیلومتر راه رو در میانه همه‌گیری جهانی یک ویروس سفر کرد تا شاهد مجازات قاتل پدرشون باشه. درباره دیدن این فرد قاتل در دادگاه چه حسی دارید؟ واقعا وقتش رو نداشتم که ببینم چه حسی راجع به شخص خودش در دادگاه دارم. امیدوارم که خونسرد و هوشیار باشم. برنتن تارنت مسئول یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ نیوزیلند است. او به حبس ابد محکوم خواهد شد. قاضی دادگاه حالا باید تصمیم بگیرد که آیا هرگز امکان آزاد شدن خواهد داشت یا نه. شایما خلیل، بی بی سی نیوز، سیدنی. تماشای هنر خیابانی شاید به خاطر محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکل باشد. اما یک گروه از هنرمندان موفق شدند بدون نادیده گرفتن این محدودیت‌ها جشن و پایکوبی را به میان مردم ببرند. گزارش آماندا هارپر رو ببینیم. اگه شما نمیتونید پیش اینا بیاید، اینا میان پیش شما. اسم این گروه هایت پارک براس. ویروس کرونا برنامه‌های تابستونی اونا رو به هم زد. برای همین تصمیم گرفتن هنر خودشون رو به خیابونا ببرن. اول مقداری اعانه جمع کردیم. روی اینترنت هم مطلب همرسانی کردیم و بعد از اون دیگه در همه بریتانیا ما رو خواستن. اینکه مردم از خونه‌هاشون بیان بیرون و در چند قدمی در خونه‌شون به موزیک ما گوش کنن، تجربه منحصر به فردی. خونه این جوونا شهر لیدزه، اما هنرشون حالا اونا رو به همه نقاط بریتانیا برده. البته همه چیز در فضای بازه. تنها چیزی که از کنترل اونا خارجه هواست. Thank you.
came down. به من یکی که خیلی خوش گذشت، زیر بارون، وسط قرنطینه، دیگه واقعی تر از این نمیشد. زیر بارون داشتن ساز میزدن، باور کردنی نبود، خیلی خوش گذشت. شما این برنامه رو هماهنگ کرده بودین، راضی هستین؟ اینها هنر و موسیقی خودشون رو اینجا به خیابون‌های محله ما در لیز آوردن. مگه چقدر این اتفاق میفته؟ باعث شدن که همه ما یه لبخند بزنیم و همین خودش کلی برامون ارزش داره. اگه دنبال بهانه‌ای برای شاد کردن دل همسایه‌هاتون هستین، خدا رو چه دیدید. شاید یکی از همین روزا سر و کله این جوانای هنرمند توی کوچه شما هم پیدا بشه. آماندا هاپر، بی بی سی نیوز. امشب در لیسبون قهرمان جدید لیگ قهرمانان اروپا جام را بالای سرش می‌برد. در زمین قهرمانان لیگ‌های آلمان و فرانسه با هم روبرو می‌شوند. بایرن مونیخ با سابقه 10 حضور در فینال و 5 قهرمانی و در سوی دیگر پاریس سن ژرمن که برای اولین بار به فینال رسیده. پوریا جعفری از آخرین آمادگی‌های دو تیم برای مسابقه گزارش می‌دهد. اینها معدود هوادارانی هستند که خود را به لیسبون رساندند. هرچند هیچ کدامشان راهی به استادیوم مسابقه فینال نخواهند داشت. فینالی متفاوت از همیشه، البته در سالی متفاوت از همیشه. بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن آماده ترین تیم های این لحظه اروپا برای پربیننده ترین جام باشگاهی فوتبال جهان. بخت اصلی قهرمانی بایرن خواهد بود، هم به خاطر تجربه و هم سابقه در این مسابقه ها. هم فرم عالی این تیم در سال 2020 قبل و بعد از وقفه کرونا. تیمی که در 8 ماه و نیم گذشته به جز یک مساوی 0-0 همه بازی‌هایش رو برده. 28 پیروزی که معروف‌ترینش همین آخری با نتیجه 8-2 جلوی بارسلونا بود. لواندوفسکی، گنابری و مولر مهاجمان بایرن با اعتماد به نفس مثال زدنی می‌توانند دروازه هر تیمی را باز کنند و احساس می‌کنند این بهترین فرصت برای گرفتن ششمین قهرمانی در قاره است. اما برای پاریس سن ژرمن هم این مسابقه شانسی استثنایی است که برای اولین بار قهرمان اروپا شود. مالکان قطری این تک باشگاه فوتبال پاریس بعد از سالها سرمایه گذاری سنگین حالا در آستانه رسیدن به نهایت جاه طلبیشان هستند. نیمار برزیلی و امباپه ساخت وطن با ارزش مجموع بالای 400 میلیون دلار امید اصلی پاریس سن ژرمن برای پیروزی هستند. بردی که برای فوتبال فرانسه هم حیثیتی است. تا حدی که پلیس پاریس بسیج شده تا در صورت برد احتمالی این تیم امشب در پاریس از جمع شدن و جشن گرفتن هواداران جلوگیری کند. پوریا جعفری، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه خبری بعدی ما 1:30 دیگه است و تا لحظات دیگه هم میتونید بیننده مدیترانه با سایمون ریو و بعد از سایمون ریو و بعد از آن بلور بنفش باشید.